الله رب العزت همه ما شما رو توفیق پابندی و استقامت به احکام دین نصیب فرمایه برادر اسلام. وظیفت نهای آخر زمان و از این مصیبت ها و حوادث روزگار همه ما شما رو به پناه و اسمت خود داشته باشه. شک نیست که جهان کائنات را که الله رب العزت خلق کرده و پیدا کرده و در این جهان و کائنات ما شما حوادث و واقعات بی حد زیاد را مشاهده میکنیم که خلاف آن چیزی که تقاضای طبیعت ما و شما هست و خلاف آن چیزی که اراده ما می باشه و خلاف آن چیزی که خواست ما هست، شک نیست که در این جهان و کائنات صورت می گیره. هیچ انسان نمی خواهد که بمیره برادر اسلام، ولیکن مرگ به سراغ ما و شما می آید، بخواهیم نخواهیم میرنده میشیم. هیچ وقت ما در این دنیا به اراده و اختیار خود نامدیم و زمانی که ما در این دنیا خلق شدیم و پیدا شدیم کس از ما سوال نکرد که آیا میخواهی بیایی و یا نمیخواهی بیایی، ولیکن آمدیم و تولد شدیم و پیدا شدیم. شک نیست که جهان کائنات را که ما و شما مشاهده میکنیم، آسمان و زمین را که میبینیم و به آن چیزی که عقیده انسان مؤمن و مسلمان تقاضا میکنه، هیچ ذره در جهان کائنات از علم و مشیعت خاست الله جل جلاله خارج نمی باشه. الله همه را تقدیر کرده، اندازه کرده، تعیین کرده و هیچ چیز الله رب العزت بیهوده و پوچ و بیمانا نیافریده. او ذات حکیم است، او ذات علیم است، او ذات عظیم و براه و مقدس و منزه و پاک می باشه. از این که فعل را انجام بده که در ورای از او حکمتی وجود نداشته باشه و یا چیزی را پیدا بکنه که در پیدایش از او کدام هدف مرتب نباشه و یا چیزی را خلق بکنه که یک چیز بهود بیهوده و پوچ باشه. پس الله حکیم است. هر آن چیزی که ما در این جهان کائنات میبینیم شک نیست که در ورای از او به صدها حکمت نهفته است که شاید برخش ما و شما درک بکنیم و برخش هم درک نکنیم. الله انسان پیدا کرده و خلق کرده و در رابطه با انسان مرگ تعیین کرده و مقرر کرده. انسان که در زمین و آسمان هم خدا بزنه از چنگ مرگ گاش پیدا کرده نمیتانه، از مرگ به جای فرار کرده نمیتانه، از مرگ گریز نیست برادر اسلام. اگر در آسمان بری مرگ به سراغت می آید، اگر در زیر زمین پود شوی مرگ به سراغت می آید. اینما کنتم تدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، هر جایی که باشین بلکه مرگ به سراغتان می آید، اگرچه در قلعه های بسیار محکم و آهنین و فولادین هم قرار داشته باشین بالاخره از مرگ نجات پیدا نمی کنید. پس خود قضیه مرگ اگر ما شما در نظر بگیریم برادر اسلام، در حقیقت همی خود قضیه مرگ یکی از دلایل وجود الله رب العزت می باشه که ذات هست که بدون اراده و خواست ما بر از این دنیا محروم می سازه. ذات هست که بدون اراده و اختیار از این خانه مرا می کشه و در لحد و در قبر مرا گور می کنه. وگر نکی خوش است برادر اسلام که در زیر خاک شوه، هیچ کدام ما خوش نیستیم. وگر نکی خوش است که عزیز و خدا برو برو و در زیر قبر دفن بکنه، هیچ کس حاضر نیست. ولیکن الله رب العزت طبیعت جهان کائنات موت را قسم آفریده که انک میت و انهم میتون، تو هم میمیری هم پیغمبر و اینا هم میمیرن. و الله رب العزت طبیعت ما و شما را قسم عیار کرده
که بالاخره عزیزت که وفات میکنه خودت اولین کسی هستی که خاک دسترش مندازی، خودت اولین کسی هستی که برایش قبر میکنی و بزرگترین فرصت میخوای که از همه دنیا محرومش کده و در زیر خاک ببریش. زمانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم وفات کردن برادر اسلام، شک نیست که اصحاب به حد بی خود شده بودن، آنقدر بی خود شده بودن که حتی خود به اصطلاح کنترل کرده نمیتانستن، تصرفات خود کنترل کرده نمیتانستن، گفتار خود کنترل کرده نمیتانستن، ناخودآگاه چیزهایی میگفتن که اصلا از یک انسان عاقل هوشیار بد انسان و چیز صورت نمیگرفت. عایشه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین، کسی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در آغوششان جان خود به حق دادن، کسی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم زمانی که مریضیشان شدت یافت از تمام ازواج مطهرات اجازه خواستند که اگر اجازه شما باشه که من بیماری و مریضی خود در اتاق یا خانه عایشه سپری بکنم. خیلی دوستشان داشت. و عایشه رضی الله تعالی عنها می فرماید که در حالی که سر پیغمبر در آغوش ما بود، مرگ به سراغش آمد و بالاخره پیغمبر هم وفات کرد. اینمی عایشه رضی الله تعالی عنها بعد از اینکه اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفن کردن، قبر کردن، بالایشان خاک انداختن، زبانی که از تدفین پیغمبر صلی الله علیه و سلم برگشتن، عایشه رضی الله تعالی عنها از اصحاب پرسان کردن که چه قسم شما جرأت کردین که بالای پیغمبر خاک بریزین، چه قسم شما جرأت کردین که پیغمبر در قبر مانده و بالایش خاک بریزانین. اصحاب برشان جواب داد که یا ام المؤمنین، پیغمبر اینه برای ما امر کرده بود، ما از دل خود نکردیم، پیغمبر این همی چیزا گفته بود و اما همی چیزا در حق پیغمبر کرده. اینکا میتون و اینهم میتون، تو هم میمیری و اینا هم میمیرن، تو هم قبر میشی اینا هم قبر میشن، تو هم یک انسانی هستی که در تحت قانون مرگ قرار میگیری و همه انسان ها من حیث انسان بالاخره در تحت قانون مرگ قرار میگیری. پس قضیه مرگ در حقیقت اسمیر قضایه هست برادر اسلام که از او گریز و فرار وجود نداره و این چیز است که الله رب العزت تقدیر کرده و تعیین کرده و قبل از اینکه آسمان و زمین پیدا بکنه، قبل از اینکه آسمان و زمین خلق شوه و پیدا شوه، هر یک موتور الله رب العزت تعیین کرده، تقدیر کرده، اندازه کرده، وقت تا، زمان تا، جای تا، مکان تا، همشه. تو فکر نکنی که جهان هم تو بیهوده و پوچه هر قسم که دلش بخواه، نه نه. آیا در گردش زمین آسمان کدام تفاوت را مشاهده میکنیم برادر اسلام؟ آیا در آمد و رفت شب روز کدام تفاوت را میبینین برادر اسلام؟ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، تقدیر پروردگارت از ذالک تقدیر العزیز العلیم، ای تعیین و اندازه است که ذات غالب با حکمت کرده و در تقدیرات از او کوچکترین تغییر رو نما نمیشه. زمین و آسمان دست به دست هم بتن، آن چیزی که ربت فیصله کرده کسی در مقابل از استاد شده نمیتون، جز ایمان ما با الله هست برادر اسلام. الله یک موتور خلق کرده و پیدا کرده، اینمی قسم ایمان از موتور میخواه. الله را ندیدیم، مشاهده نکردیم، ولیکن با وجودش یقین کامل داریم، با قدرتش یقین کامل داریم، به علمش یقین کامل داریم و با رجوع و برگشت به سوی از او یقین کامل داریم. ملک و پادشاهی از آن کی هست؟ از آن الله هست. آسمان و زمین کی خلق کرده؟ الله خلق کرده. انسان کی آفریده؟ الله آفریدش. بس متصرف و مدبر هم در رابطه با این جهان و کائنات انسان هم الله هست.
آن چیزی که الله فیصله کرده متوجه باش که در فیصله های پروردگارت هیچ گونه تغییر و تحویل رو نمانا میشه. پس به می خاطر برادر اسلام آن چیزی که ما در رابطه با مقدمه من حیث خلقت آسمان و زمین گفتیم، پیدایش انسان گفتیم، مرگ گفتیم، زندگی گفتیم، حیات و زندگی بعد از مرگ گفتیم، متوجه باشید کل از این چیزها تقدیرات الهی است که پروردگار الان برای ما شما انسان ها مرحله به مرحله هم بشه برای ما تعیین کرده. الله برای ما تو تعیین کرد که در بطن کدام مادر توسط کدام پدر ما تو پیدا شد، در کدام جای، در کدام مملکت، در کدام وقت، در کدام زمان، بس مطابق از او پیدا شدیم آمده. و شما برای ما بگید که از ما و تو زمانی که پیدا شدیم کسی مشوره کرد که میخوایی در این دنیا بیایی؟ میخوایی در این دنیا باشی؟ هیچ کسی مشوره نکرد. پیدا شدیم، خلق شدیم، آفریده شدیم و به عین شکل زمانی که مرگ به سراغ ما و تو میایی برادر اسلام، آیا ملک الموت از کسی مشوره میگیره؟ آیا ملک الموت در رابطه با کسی رحم میکنه برادر اسلام؟ کلا این جوان است، این بچه داره، این اولاد داره، این بیچاره نوارسی کرده، این ولا فلان است، این وسط سرپرست نقدر. نحن قدرنا بینکم الموت و ما نحن بمسبوقین. ما مرگ برای شما تعیین کردیم، ما هیچ وقت از آن چیزی که تعیین کردیم پیشی و عجله نمی کنیم. خب چرا مرگ تعیین کردی یا رب؟ علا ان نبدل امثالکم و ننشئکم فی ما لا تعلمون. ما مرگ به این خاطر برای شما مقرر کردیم که تا ما شما را در یک نشأت جدید، در یک حیات و زندگی جدید، در یک خلقت جدیده که ما لا تعلمون، اصلا در رابطه با اون نمی فهمید، در این نشأت و در این خلقت ما شما رو چی کنیم؟ انتقال بدیم. خب شاید دسته اینه تو سوال پیدا شد که چگونه نشأت است یا رب؟ چگونه خلقت است؟ چگونه جهان باشه؟ الله رب العزت برات میگه که اون نشأت و خلقت است که اصلا عقل تو در رابطه با او درک کرده نمیتونه، ولیکن اگر میخوایی کمک واری بفهمی، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. كما قرب يقول نشأة أولتا خلقة أولتا نظر اندازي بكو و بعد ازو باز پند پذیر شو و بعد ازو باز بفهم که به چه قسم خلقت و نشأت پروردگار عالم شما را انتقال میده. خب خلقت اول ما شما در کجا بود برادر اسلام؟ نشأت ابتدای ما شما در کجا بود؟ شکلی است که در رحم مادر بود دیگه. این همین رحم مادر در رابطه با ما و شما یک جهان بود دیگه. این همین طفل در این همین رحم مادر یک جهان بود. زمانی که طفل از رحم مادر تولد میشه و در این دنیا میآید، شما برای ما بگوین که آیا طفل به مو شکلی که در رحم مادر از در این دنیا هم میباشه؟ زمین تا آسمان فرق داره برادر اسلام. به این قسمی که الله رب العزت از رحم مادر ما و شما را در این دنیا آورد و یک نشأت جدید داده، حالا ما به این شکل در رحم مادر بودیم؟ قطعا. اگر الله رب العزت همین طفل در رحم مادر عقل میداد، دانایی میداد و برای از اون ما اطلاع میداد که زمانی که تو در این دنیا میایی اینی قسم یک نشأت میداشت و مثل که ما تو داریم حالا، تو بر ما بگی که آیا طفل در رحم مادر همین چیز قبول کرده میتونست؟ ابدا قبول، اصلا در ذهنش نمیگش. پس الله رب العزت میگه ببینین که شما در رحم مادر چی بودید؟ در این دنیا که پیدا کردم چی شدین؟ پس به یقین بدان زمانی که مرگم به سراغتان میرسه یک تولد جدید در جهان جدید، نشأت جدید و خلقت جدید. پس کل از این مسائل متوجه باشیم برادر اسلام که تحت مسئله قضا و قدر الله رب العزت مورد بحث قرار میگیره. والله رب العزت از ما و شما انسان مؤمن و مسلمان این را تقاضا میکنه که انسان زمانی که به وجود ما ایمان آوردی، زمانی که ما را به وحدانیت و یگانگی اقرار کردی و دانستی، و
پس تمام آن چیزی که متعلق به ما میشه مرا واحد و یگانه بشمار در صفاتم، در اسمایم، در افعالم، و قادر مطلق مرا بدان و یه به یقین بگو که در زمین و آسمان ذره نیست ای انسان و ای کائنات که در رب العزت پوشیده باشه. باز به این خاطر در هفته‌های گذشته برادر استاد ما شما در رابطه با مسئله قضا و قدر صحبت کردیم و یک بخش از قضا قدر که در حقیقت مکلفیت انسان مؤمن و مسلمان در رابطه با ایمان آوردن به قضا و قدر بود، ارکانش بیان کردیم که تا اقلا با تو بفهمیم که این قضا و قدری که ما ایمان میاریم چی هست یعنی و چی گونه ایمان میاریم. و شک نیست که اون چیزی که ما در رابطه با ارکان و عناصر اساسی قضا و قدر در هفته گذشته صحبت مفصل کردیم که چهار چیزی بود که در حقیقت علم و کتابت و مشیعت و خلق بود، شک نیست که در رابطه با یک کدام اشکال نیست دیگه. همه ما شما به این شکل ایمان داریم و هیچ کسی را هم انکار نمیکنه. و هر انسان مؤمن و مسلمانه که ما بگوییم شک نیست و یقین کامل داره که علم الله جل جلاله محیط به همه چیز است. الله رب العزت هر چیز نوشته کرده و ثبت کرده و پروردگار عالم مشیئتش و خاصش در همه جای نافذ هست. و هر انسان مؤمن و مسلمانی که به الله واحد و یگانه ایمان داره و یقین کامل داره که بغیر از الله دیگر خالقی وجود نداره برادر استاد. چرا خدای نکرده اگر در این قسمت دیگه کمک کنه شک و تردید بکنید دیگه متوجه باشه باز ایمان دیگه قبولت نمیکنه دیگه، عقیده قبولت نمیکنه برادر استاد. و اگر گفتی خدای نکرده کدام خالق دیگه هم وجود داره در جهان و کائنات با خدا کس دیگه هم شریک بود، استغفر الله العظیم. مثل که امروز با کمال تأسف داریم این کسان برین صاحب در جهان بگردین صاحب که چه قسم انسان ها داریم و شما چه قسم عقاید داریم. یک الله رب العزت ما و تو شکر بکنیم، سر بانیم، سجده بکنیم که الله یه عقیده رو بر ما و تو نصیب کرده، باور بکنیم که کم است برده است. ما شکر از این عقیده بر آمده نمیداریم، شیر است که ما حق از عقیده رو عدا بکنیم. وگر نه در جهان کائنات بینیم که مردم با چه حالت هستن. پس در رابطه با این کدام اشکال نیست برادر اسلام، لیکن هر زمانی که ما میشینیم و آن چیزی که عناصر ارکان ایمان به قضا و قدر است میم پیش خود تحلیل میکنیم و قیاس های نادرست را در رابطه با قضا و قدر میاریم، باز اینجا است که یک سلسله اشکالات در رابطه با قضا و قدر پیدا میشه که با کمال تعصب بگیم که اشکالات نه تنها که در عصر و زمان ما، حتی در صدر اسلام و حتی صدر اسلام گرفته است، قبل از اسلام هم در بین انسان های چیزها وجود داشته. و ما در هفته گذشته اشاراتن به او صحبت کردیم و انشاءالله و تعالی الله رب العزت ما شما را توفیق بده مفصلا در رابطه با هر یک از او صحبت میکنیم. در حقیقت افعال ما و شما انسان ها هست، آن چیزی که ما میکنیم، آن چیزی که ما انجام میدیم. آیا این تصرفات مرا هم قبل الله نوشته کرده میدانه و به مشیئت و خواست الله هست؟ یا تصرفاتی که ما میکنم، اعمالی که ما انجام میدم به اختیار و اراده و قدرت و توانایی خود ما میباشه؟ یکی از اشکالات هست که با کمال تأسف هر زمانی که ما این قضیه را آوردیم و در تحت قضا و قدر و آن چیزی که ارکان و عناصرش تقاضا میکرد، اگر ما این را به اصطلاح پیوست کردیم متوجه باشین که افکار گوناگون مختلف برای ما تو پیدا میشه که ما شما را سوی از راه راست صراط مستقیم منحرف کرده در دلالت گمراهی سوق ما میده، مانند گروه های مختلف را در و اشکال دیگه که انشاءالله تعالی در آینده ها در رابطه با او صحبت میکنیم، یکی هم در حقیقت وجود برخی از شرور و برخی از مصیبت و برخی از چیزهایی هست که ما در جهان و کائنات مشاهده میکنیم. از یک جانب الله رحمان است، رحیم است، مشفق است، ودود است، بنده های خدا دوست داره، الله در رب حق هیچ کس ظلم نمیکنه و شک نیست که عقیده ما با الله رب العزت است. و جانب دیگه زمانی که ما به قضا و قدر ایمان می داشته باشیم و ارکان قضا و قدر از ما و تو تقاضا می کنه
پس این زلزله ها، این حریق، این مرض، این مردن و این چیزهایی که در بین انسان ها می آید و این بیچاره که به اصلاح نو ازدواج کرده و دو طفل داره به اصلاح مرگ به سراغش می آید و می آید و زلزله می شود و صدها خواهد خانه خوردن خانه نداره صاحب دوکانش در می گیره پس در ذهن ما تو می گه یعنی چی دیگه؟ از یک جانب ای که الله رحمان الرحیم است، از جانب ای که مشفق و مهربان است و بنده های خدا دوست داره، از جانب دیگه سیوی یعنی چی دیگه؟ این تباکوره 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 تباکوره. اگر بگیم از طرف الله نیست خیلی کی کرد دیگه؟ کدام خالق دیگه وجود داره؟ اگر به طرف الله هست پس های الله تباکاری میکنه، شر انجام میده، بدی انجام میده، حول ولا قوت الا بس دیگه. اشکالات هست برادر اسلام که در رابطه با قضای ایمان آوردن با قضا و قدر ایجاد میشه و چیزی هست که اکثریت ما در رابطه با این حقیقتشان نمیفهمیم. به نظم جهت بود که ما خواستیم که در رابطه با مسئله قضا و قدر از دیدگاه آن چیزی که قرآن و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه در رابطه با این چیزها ما شما بیان بکنیم، حقایق زیرا بفهمیم، نافهمیده پیش نریم، از پیش خود هر آن چیزی که هست به الله نسبت ندیم، بلکه به الله چیزی را نسبت بدیم که الله برای خود نسبت دادگی است. قضیه اول ما در رابطه با مسئله اعمال و تصرفات موتو هست برادر اسلام، که در رابطه با آن چیزی که ما در رابطه با ایمان و ارکان و عناصر قضا و قدر گفتیم، آیا تصرفات، گفتار، کار، عمل ما هم الله رب العزت قبل از قبل همه یزید تقدیر کرده، نوشته کرده، کتابت کرده و در آن چیزی که الله کرده کوچکترین تغییر رو نما نمیشه و ما باید که مطابق آن چیزی که الله فیصله کرده مطابق از او باید عمل بکنه و از او کوچکترین تخطی نکنه؟ و یا یک الله رب العزت این چیزها رو نوشته نکرده و این چیزها رو ما خودم با قدرت و توانایی خود انجام میتومش؟ پس این از امیجاز برادر اسلام زمانه که ما در صدر اسلام مراجعه میکنیم، یعنی شما باور بکنین که قرن اول هجری انوس خلاص نشده بود. قرن اول هجری که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که خیر القرونی قرنی بهترین قرنها اونمو قرن است که مدعو هستم، و او قرن اول هجری بود. ثم الذي يلي و بعد از او که بعد از قرن بسلا پیغمبر می آید که در حقیقت اهل زمان صحابه می باشه، ثم الذي يلي و بعد از او بهترین قرن قرن می باشه که تابعین آمدن کسان که صحابه رینه، و بعد از او باز پیغمبر می آید که فساد برپا می شه، فتنه ها رو نما می شه، اتو فتنه ها و اتو فساد های کس جلوش گرفته نمی ده. از او وقت و زمان تا به امروز ما و تو تقریبا اضافه تر از 1000 سال میگذره. پس تو برای ما بگوی که ما چه قسم امروز در فساد و فتنه ها گرفتار هستیم برادر اسلام؟ قسم از رب العزت که امروز هم در مشکلات ما و تو گرفتار هستیم، که باور بکنین که نگاه کردن ایمان کار آسان و کار ساده ای نیست برادر اسلام. از هر طرف سب طوفان های الحاد و بیدینی را چی میگی؟ از هر طرف طوفان های فحشا و بی حیایی را چی میگی؟ از هر طرف طوفان های فساد و بد اخلاقی را چی میگی برادر اسلام؟ که در کنج خانه ما تو، در کنج کشور ما تو، در مقدس ترین اماکن ما تو این فساد و این فتنه ها برپا شده است. شک نیست که کار آسان نیست برادر اسلام. پس تو فکر بکن که مسائل قضا و قدر و یکی آیا این تصرفات و اعمالی که ما انجام میتیم این با قضا و قدر ارتباط داره یا نداره، این در قرن اول هجری، یعنی از وفات پیغمبر صلی الله علیه و سلم براتون بگویم که شاید 70-80 سالم سپاری نمیشده، 70-80 سالم که مسائل سیب دامن زده شد، این مسائل سیب گفته شد، گروه های مختلف برآمدن، مواقف مختلف برآمدن، هر کدامش از سعی و تلاش و کوشش کردن که آرا و نظریات باطل و ناحق خوده استناد از قرآن بکنن، استناد از سنت پیغمبر بکنن، و هر کدامشان سعی و تلاش و کوشش کردن که آرای خوده برای موتو حق نشان بدن.
ولیکن الحمد پروردگار عالم در رابطه با یه دین نبی اکرم صلی الله علیه و سلم همیشه می فرمایه که همیشه در امت ما طایفه هست، همیشه در امت ما طایفه هست که هر زمانی که انسان ها به طرف انحراف، دلالت، گمراهی، افراط و تفرید میلان بکنن، اینا کسای هستند که اونا در راه وسط و میانه دوباره چی میکنن؟ راهنمایی میکنن. و این لطف پروردگار عالم است. و اگر شما فکر بکنیم برادر هستم که مسئله قضا و قدر و مسائل بسیار خطرناک در قرنهای اول هجری ایجاد شده بود و اگر جلوازی گرفته نمیشد و اینمی طایفه ای که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم به نام طایفه ظاهره نامش مسمی کرده، اگر نمی بود خدا میدانه که شریعت اسلام و دین مقدس اسلام در کجا میرفت و کجا منحرف میشد. و همیشه این مسئله رو براتون بیان میکنم برادر استم. شریعت یهود، دین یهود که امروز ما تو داریم، و مجرد وفات موسی علیه السلام، یعنی شما باور بکنید که چند 50-60 سال یا 100 سال از وفات موسی علیه السلام و هارون علیه السلام تیج نمیشد که همشان در دلالت گمراهی فرو رفتن، تورات به کلی ضایع شد. عیسوی ها که امروز ادعا میکنن که اکثریت نفوس جهان ما تشکیل میدیم، شما باور بکنید که بعد از گذشت 325 سال از ولادت عیسی علیه السلام به کلی شریعت عیسی علیه السلام اتو تحریف شده، اتو تحریف شده که تا امروز ما تحریفش میبینیم. سه قرن. ولیکن به این شریعت پیغمبر صلی الله علیه وسلم نظر اندازی بکنیم که ما امروز در قرن 15 هجری قرار داریم، 1500 سال از وقت زمانی که قرآن نازل میشد و پیغمبر این کلام بر ما میرساند، الحمدلله امروز امو عقیده، امو شریعت، امو دین، امو اعمال، امو افعال که پیغمبر صلی الله علیه و سلم انجام میدادند در بین امت محفوظ است. و یه هم برکت نمی طایفه ظاهره هست برادر اسلام که هر زمانی که گروه های مختلف ایجاد میشدند، راه های مختلف را پیش میگرفتند، افراط و تفریط در دین ایجاد میکنند. متوجه باشین که انحراف نظمی اینجا ایجاد میشه. الله رب العزت امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم با امت میانه رو توصیف کرده و کذلک جعلناکم امتا وسطا. و اینمی میانه روی از این امت است برادر اسلام که الحمدلله تا به امروز این امت توانسته که از انحراف خدا نجات بده. انحراف چی وقت به میان میآید؟ هر زمانی که ما در امور یا افراط زیاده روی میکنیم و یا هم تفریط کاستی میکنیم. هر زمانی که این دو انگیزه در دین پیدا شد، متوجه باشین که دین چی میشه؟ منحرف میشه. زیاده روی و کاستی، افراط و تفریط. پس تو فکر نکنید که در شریعت اسلام، در دین مقدس اسلام، در شریعت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم، در احکام دین ما و تو این افراط و تفریط ایجاد نشده. نه، از صدر اسلام سبی افراط و تفریط ایجاد شد تا به امروز ادامه داره. ولیکن الحمدلله علمای اهل سنت و جماعت که به نام علمای میانه رو نامیده میشن و کسایی که واقعا از آن چیزی که پیغمبر و آن چیزی که اصحاب پیغمبر بودن پیروی کردن، توانستن که جلو از افراط و تفریط بگیرن و نگذارن که افراط و تفریط منجر به انحراف امت در رابطه با قضایای دین شوه. برادر اسلام، اگر علما در او وقت و زمان قیام نمی کردن و جلو از افراط و تفریط در رابطه با مسئله قضا و قدر و ارتباطش با افعال انسان اگر نمی گرفتن، خدا می داند که امت به طرف کجا سوق داده می شد. پس اولین گروهی که در رابطه با مسئله قضا و قدر ایجاد شد برادر اسلام، متوجه باشین که گروه قدریه نامیده می شد. شاید با نام قدره آشنا باشین و یا نباشین. و این در سال تقریبا گفتم میتونم براتون که 80 هجری، یعنی از قرن اول هم خلاص نشده بود، دو شخص، یکی به نام غیلان دمشقی مسمی میکنن و یکی به نام معبد جهانی مسمی میکنن، دو شخص کسانی بودن که در رابطه با مسئله قضا و قدر و ارتباط از او با افعال انسان سر نظریات را کردن
و بالاخره هر کدام از این حیث گروه مستقل در جهان اسلام شناخته شد. و علت اساسی ایجاد از این قدریه ها متوجه باشین که در جهان اسلام در حقیقت گروه دیگری بوده که به نام گروه جبریه ها نامیده میشه. جبریه، قدریه و جبریه از جمله دو گروه هایی بودن برادر اسلام که در صدر اسلام با قضیه ارتباط قضا و قدر و افعال انسان در جهان اسلام ایجاد شدن و هر کدام از اینها نظریات خود داشتن. و متوجه باشین که در قدم اول قدریه ها و جبریه ها این نظریات از ادیان مختلفه دیگر گرفته و آورده و بالاخره خواستن که با آیات قرآن مجید و احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم مستند سازی بکنن. افراد و تفرید از ادیان باطله، از ادیان منحرفه، از اونجا سیب گرفتن و آوردن و خواستن که را با قرآن و سنت مستند سازی بکنن، ولی من حیث یک دلیل شرعی برای ما تو بیان بکنن. جبریه ها نظرشان چی بود و قدریه ها نظرشان چی بود برادر اسلام در رابطه با مسئله افعال و تصرفاتی که ما تو انجام میدیم که آیا در تحت قضا و قدر الهی داخل میشه و یا هم نمیشه؟ شک نیست که ما جبریه میگیم کلمه جبریه از جبر گرفته شده و کلمه جبر در حقیقت عبارت از انجام دادن یک کار بدون اراده و اختیار. میگه با جبر ای را برش انجام دادم، با جبر سرش انجام دادم. جبر سرش انجام دادم به چی معنا؟ یعنی به این معنا که گویا او خودش اختیار و اراده نداشت و اونایی که ما به زور و جبر این کار را برش انجام دادم. پس جبریه ها در حقیقت اونا زمانی که عقیده را میکنن انسان 100% در تحت قضا و قدر با تمام تصرفات و حرکات و سکناتش چی میکنن؟ داخل میسازن. و جبریه ها این مسئله را بر ما میگن برادر اسلام که گویا انسان در تحت قضا و قدر الهی و آن چیزی که ارکان چهارگانه در رابطه با قضا و قدر گفتیم، اونا میگن که انسان در تحت قضا و قدر الهی مانند قلم به دست کاتب هست. قلم به دست کاتب هست، قلم از خود اختیار نداره. هر طرفی که کاتب قلم دور داد، قلم اون طرف دور میخوره دیگه. آیا امکان داره که تو قلم این طرف کش کنی و قلم بگه نه من این طرف خدا کش میکنم؟ نه، امکان نداره دیگه. و جهت از اینکه قلم یک چیز به اراده و به اختیار است. اراده قلم به دست کی هست؟ به دست کاتب است. کاتب که هر طرف قلم دور داد، اما طرف دور میخوره و قلم از خود اختیار اراده نداره. جبرئیل این همین نظر را پیش کردن برادر اسلام و گفتن که انسان با تمام تصرفات و حرکات و سکناتش 100% در تحت قضا و قدر الهی است و پروردگار هم پیش از پیش همه چیز فیصله کرده و مطابق آن چیزی که الله فیصله کرده، مطابق از او انسان حرکتش، سکنش، گفتارش، کردارش، همه چیزش صورت میگیره و انسان در رابطه با اعمال خود، کردار خود، افعال خود، گفتار خود هیچ اختیار اراده از خود نداره. مانند یک چوب بیجان، یک ستون بیجان، یک سنگ بیجان در تحت قضا و قدر الهی چی میباشه؟ در حرکت میباشه. بعد از اینکه نظریه را از پیش خود ایجاد کردم برادر اسلام، قبل از اینکه در رابطه با نظریه از این جبریه ها بگویم، کمک ولی ما و شما دورتر میریم در رابطه با این عقیده. تو فکر نکنی که عقیده جبریه ها در صدر اسلام اینجا شد. نه، عقیده جبر قبل از قبل در انسانیت وجود داشته برادر اسلام، قبل از قبل. آیات قرآن مجیدی را برای ما بیان میکنه و حتی اگر ما در تاریخ ادیان مراجعه بکنیم، ادیان باطله و منحرفه که امروز ما در جهان داریم، متوجه باشین که ادیان منحرفه و باطله هم از جمله ادیان هستند که بدون از اینکه تماس با وحی سماوی داشته باشند، بدون از اینکه تماس با شریعت های سماوی داشته باشند، اونا هم در رابطه با انسان یه احکام بیان میکنن که برخی ها میگفت که انسان مجبور و مکلف از کار کردن و فعالیت کردن، همه چیزش بیفایده هست. و برخی ها میگفت نه، انسان هر چیز خودش انجام میده، این مسئله خدایاره که مردم ها کشنن، چیزهای ناحق است و باطل است. سبحان الله، طبیعت انسان ها هست برادر است. شاید
مطالعات ما در رابطه با تاریخ ادیان محدود باشه برادر اسلام، اگر نه اگر ما تاریخ زنده ادیان جهان اگر ما مطالعه بکنیم، امروز در ادیان مختلف جهان هم ما این نظریات پیدا میکنیم. در چین دو نوع دین است برادر اسلام، در چین دو دین هست که در خود چین ایجاد شده، در خود دین چین نشأت پیدا کرده و تا به امروز من حیث ادیان رسمی در چین شمرده میشه. یکیش به نام دین کانفیسیوس یاد میکنن و یکیش هم به نام دین تائو و یا لاوتسا یاد میکنن. و کانفیسیوس و لاوتسا در حقیقت دو شخصهایی بودن که قبل از میلاد عیسی علیه السلام 500 سال 600 سال پیش در کشور چین پیدا شدند. یک تعداد آرا و نظریات و اصلاحات از پیش خود ایجاد کردند و بالاخره آرا و نظریات و پیشنهادات اصلاحات از اینها مربوط مورد قبول مردم قرار گرفت و بالاخره نمیبینه حیث یک دین سی منظم و وقت و زمان تا و امروز سی چی شده ماندگی است. در نمی دو دینه که ما میبینیم برادرس هم یکیش به نام تائو و یا لاوتسه یاد میکنه. اگر شما در عقاید نظامی مراجعه بکنید، شما باور بکنید که عین اونمو عقیده که جبریه ها دارن تا او لوسه به عین اینمی عقیده بودن که اونا میگفتن که اینمی انسان کار کردنش، کار زحمت کشیدنش همه چیزش بیفایده هست. علم یاد گرفتن، کار کردن، زحمت کردن، نه نه نه، اینمی قسمی که پیداش اینمی قسم بستا زندگی بود. ببین که جهان تو را کدام طرف میچرخ و اونمو طرف بچرخ دیگه. امی دین بودایزم که در هندوستان پیدا شده، امی بودایزمی که امروز به اصطلاح شهرت جهانی داره، به اصطلاح اکثریت کشورها به اصطلاح این دین باطله در اونجا مروج است و من حیث دین به اصطلاح پذیرفته شده. این تاریخ پیدایش دین بودایزم اگر ما شما مطالعه بکنیم برادر اسلام، این امی پیدایش تاریخ دین بودایزم در حقیقت یک رد فعلی بوده یا عکس العمل بوده در مقابل دین هندویزم یا برهمایی که امروز تقریبا براتون گفتم میتونم که 80% مردم هندوستان به این عقیده هستن. در هندویزم ما تو عقیده جبر پیدا میکنیم و بودا که در مقابل هندویزم و برهمایی قیام کرد فقط به اینمی خاطر بود که عقیده جبر چی بکنه رد بکنه و بگه نه، انسان آزاد است، مختار است، خودش هر چیز انجام میده، در حالی که دین برهمایی ها تمام این چیز به خداهای خود متعلق کرده بودند و حتی خلقت انسان ها را بدون از این کنها کدام اراده و اختیار داشته باشند به خداهای خود همشه چی کرده بودن ارتباط داد. پس این مسائل قبل وجود داشت برادر اسلام. این مسائل چیزی نبود که در صدر اسلام پیدا شده باشد. و آیات قرآن مجید از مشرکین بر ما می آید و حکایت می کنه و الله رب العزت می فرماید اینمی مشرکینی که با الله جل جلو شرک می ورزند، اینمی مشرکینی که از پیش خود حلال خدا را حرام می کنند و حرام خدا را حلال می کنند. مشرکین تنها به جای خدا خدای دیگر را نمی پرستند برادر اسلام، بلکه مشرکین کسایی هستند که از پیش خود حلال و حرام هم بر ما بیان میکنند. الله رب العزت زمانی که در قرآن مجید از اینها برای ما شما خبر میده میفرماید که سیقول الذین اشرکوا، گوش بگیرید، سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا عبدنا من دونه من شيء. کسایی که به الله جل جلاله شریک مقرر میکنن میگن که اگر خدا میخواست ما شریک نمیکردیم، با خدا کس را شریک مقرر نمیکردیم، اگر خدا میخواست ما بغیر از خدا چیز دیگر پرستش نمیکردیم، اگر خدا میخواست ما چیز را از پیش خود حرام نمیکردیم. یعنی شرکی که ما میکنیم، عبادت غیر اللهی که ما میکنیم، چیز را حلال و حرامی که ما میکنیم، کلش به خواست و مشیت خدا هست. اگر خدا خواست ما کرده میریم. میفهمی که الله رب العزت در جواب از اینها چی میفرمایه؟ سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم. با یقین دروغ گفتن کسایی که قبل از اینها بودن، قبل از اینها هم کسایی بودن که ای به اسلام معصیت و گناه و نافرمانی و همه چیزا به الله جل جلاله نسبت میدادند، در حالی که الله از چیزها منزه و پاک می باشه. پس جبریه ها که در صدر اسلام پیدا شدن متوجه باشین که اینا ریشه های تاریخی در انسانیت و در بشریت داشتن
و این ریشه های تاریخی را آوردن و خواستن که با شریعت اسلام را چی بکنن؟ یک جای بسازن و با یک جای ساختن از این بخواین که شریعت اسلام هم اونمو قسم منحرف بسازن، مثل که شریعت عیسی علیه السلام منحرف شد، مثل که شریعت موسی علیه السلام منحرف شد، به این شکل شریعت پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم منحرف شد. بس جبریه ها آمدن، اراده و اختیار و قدرت و توانایی و استطاعت و همه چیز از انسان سلب کردن و انسان مانند یک قلم بیجان در دست کاتب دادن و گفتن که هر آن چیزی که قضا و قدر در رابطه با انسان فیصله کرده و طبق از او انسان همه چیز خود انجام میده و بغیر از او انسان توانایی و قدرت نداره که بدون از او خود حرکت بده و یا گپ بزنه و یا سکر بکنه. خب دلیل از اینا چی هست برادر اسلام؟ ببینید که دلیل از خود ایمان آوردن به قضا و قدر بر ما تو پیش میاد. دلیل اولشان در رابطه با علم الله رب العزت است. اونا برای ما میگن که خب ما به قضا و قدر یکی از ارکان شیسته که ما به این ایمان میداشته باشیم که علم الله جل جلو محیط به هر چیز است و الله رب العزت هر چیز میدانه. پس او برای ما میگه که می اعمال و تصرفاتی که ما انجام میتوم الله جل جلو میدانه و یا نمیدانه؟ شک نیست که میدانه. بر ما باید میگه که خب اگر ما خلاف آن چیزی که الله میدانه اگر ما کدام کار دیگر را انجام بتم، این در حقیقت مخالف علم الله شد یا نشد؟ پس هر زمانی که ما مخالف آن چیزی که علم الله تقاضا میکنه انجام بتم، این به این معناست که گویا ما جهل و نادانی را به الله نسبت دادم. یعنی به چی معنا؟ یعنی به این معنا که ما کاری را انجام دادم که الله نمیدانست دیگه. ببینیم برادر اسلام، برخواد علمای ما این جبریه ها را به نام ابلیسی ها یاد میکنند. اولین کسی که به مسئله جبر و اختیار مستا استناد ورزید ابلیس بود. ابلیس، شیطان، این از وقت زمان الله رب العزت زمانی که ملائکه را امر کرد که تا آدم علیه السلام از سجده تعظیم بکنند و به خلافتشان در زمین اعتراف بکنند، ملائکه چون قسم پیداشتن برادر اسلام که در طبیعت از اونها سرکشی و نافرمانی وجود نداره، همشان به یک امر، به امر الله جل جلاله بی گفتن و سجده تعظیم خدا به آدم علیه السلام کردن و اقرار و اعتراف خدا به خلافت آدم و انسان در روی اعلان کردن. اما زمانی که قضیه متوجه ابلیس، متوجه شیطان، متوجه مخلوقی که از جن می باشه، از آتش پیدا شده، متوجه عظیم میشه، ببینید که ابلیس با آدم علیه السلام سجده نمیکنه، قضیه را به طرف قضیه جبر میبره و می خلقتنی من نار و خلقته من طین، مرا از آتش پیدا کردی و ایرا از خاک پیدا کردی، من هیچ وقت به هیچی نمیکنم سجده نمیکنم. یعنی به این معنا که این همین قسمی که تو مرا پیدا کردی، پس من هیچ وقت به هیچ چیزی که به اصطلاح یک خاک است و یک گل است و یک چیزی بسیار پیش پای افتاده هست، وقتی روشنی دارم و حرارت دارم و زبانه دارم، و هیچ وقت به هیچی نمیکنم سجده نمیکنم. پس جبریه ها هم یعنی برای ما تو میگه که اگر ما بگوییم که ما در تحت و قضا و قدر الهی نمی باشیم و ما کار را انجام بدیم که گویا بگوییم الله نمیدانه، پس به یقین بدان که ما نسبت جهل به الله کردیم. پس نسبت جهل به الله خودش کفر است. پس به این خاطر هر آن چیزی که ما انجام میدم مطابق آن چیزی هست که الله میدانه. خب آیا ما به رابطه با این جواب را کرده میتونیم یا نمیتونیم برادر است؟ شک نیست که الله رب العزت تنها در رابطه با اعمال و تصرفات ما آگاه نمی باشه، بلکه الله رب العزت بر علاوه تصرفات و اعمال ما تو، بر نیات ما تو، بر انگیزه های ما تو، بر تمایلات ما تو، بر تمام وجود ما تو الله رب العزت آگاهی داره. شما چی فکر میکنید برادر اسلام زمانی که الله رب العزت موسی علیه السلام به طرف فرعون میفرسته و موسی علیه السلام الله رب العزت امر میکنه که برای فرعون سخن نرم بگوی، سخن خوب بگوی، از خشونت و درشتی کار نگی، لعله یتذکر و یخشا، شاید که به اصطلاح فرعون پند پذیر شوه، شاید که فرعون بترسه، شاید که فرعون به دین رجوع بکنه و گپ تو را قبول بکنه.
آیا چی میدانید؟ الله رب العزت نمیدانست که در فرعون اینمی انگیزه و تمایل و استعداد از این وجود داره که گپ موسی علیه السلام قبول بکنه؟ میدانست و یا نمیدانست؟ پس میدانست که موسی علیه السلام فرستاد. و اگر الله جل جلاله میدانست که در فرعون اینمی استطاعت و توانمندی وجود نداره، پس از فرستادن موسی به سوی فرعون چی معنای مستقل مرتب میشد؟ مثل از اینکه ما یک کس بگویم بوری پایه را بگوی که از اینجا پاس شو، بوری پایه را بگوی که از اینجا پاس شو، مولوی صاحب چی گفته؟ رئیس پایه از اینجا کجا پاس میشد؟ پس اینکه به یک انسان مناسب نیست، آیا به رب العزت مناسب می باشه که بفهمه که بیستا در فرعون استطاعت و توانمندی وجود نداره، باز موسی روان که هارون هم در پالوش و ارشاد و راهنماییام بکنه که تو برایش سخن نیک بگویی؟ پس الله رب العزت که تصرفات موتو را می بینه و علم داره، با تمام کم و کیف موتو هم ایمان داره و علم داره و او ذات می دانه که اینمی انسان را که ما خلق کردیم و پیدا کردیم، اینمی انسان در رابطه با اعمال خود، افعال خود، کردار خود، گفتار خود در همش استطاعت و توانمندی داره، هم استعداد عمل نیک داره، هم استعداد عمل بد داره و الله رب العزت هر دو را برایش مهیا کرده، هر دو امکانات برایش داده و بعد از الله رب العزت انسان ها را میبینه که کی با این استطاعت و توانمندی کار نیک انجام میده و با این استطاعت و توانمندی که الله رب العزت درش داده کار بد انجام میده. پس متوجه باشین که تنها قضیه علم الله در تصرفات موتو نیست، بلکه قضیه علم الله با تمام انگیزه و کم و کیف هست که ما یک عمل انجام میدیم. انجام دادن یک عمل متوجه باشین که تنها شکل ظاهری نداره برادر اسلام، بلکه انجام دادن عمل در حقیقت در قدم اول انگیزه داخلی داره و این انگیزه داخلی است که ما و شما را به انجام دادن اعمال ظاهری چی میکنه؟ وامی داره. به طور مثال ما من حیث یک خطیب این از امیاله که ما بخیزم از امیجا و برم به طرف امی دروازه، امی شما چی فکر میکنین؟ چرا ما برآمدم؟ خواهد من یک انگیزه داخلی در اینجا بوده که مرا باعث را که ما برم در اونجا دیگه. تا به وقتی که اگر انگیزه داخلی از اینجا داده نشه، ما هیچ وقت یک کار را انجام نمیتیم برادر اسلام. یک نفر که دست خود بالا میکنه، خب چرا بالا میکنه؟ یک طرف یک جای سیل میکنه، چرا سیل میکنه؟ حتما یک انگیزه داخلی بر از او داده میشه و بعد از او بساط چشم بالا میکنه و سیل میکنه. حتما یک انگیزه داخلی در اینجا پیدا میشه و بالاخره جای خود ترک میکنه و جای دیگه میره. پس اللهی که به اعمال ما دانا هست و آگاه هست، او الله به تمام انگیزه ها و تمایلات داخلی تو هم آگاه هست و میفهمه که او چی هست دیگه. جبریه ها برادر اسلام متوجه باشین که نه تنها که به دلایل عقلی میایین گپ میزنن، حتی به آیات قرآن مجید هم مراجعه میکنن، از اونجا هم ما و شما را به اصطلاح بیان میکنن که انسان در تمام تصرفات خود در تحت قضا و قدر الهی قرار داره و کوچکترین اختیار الهی از خود نداره. و آیاتی که در این رابطه بر ما پیش میکنن، به طور مثال آیاتی هست که الله رب العزت میفرمایه که وما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، وما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، شما نمیخواین مگر آن چیزی که الله رب العالمین میخواید. شما خواست ندارین از خود، خواست اساس الله هست. یضل من یشاء و یهدی من یشاء، گمراه میکنه هر کسی را که بخواید و هدایت میکنه هر کسی را که بخواید دیگه. بس قضیه از ما خلاص شد دیگه. در آیات دیگر در رابطه با قضیه نبی اکرم صلی الله علیه و سلم استناد میکنم برادر سان که الله رب العزت میفرماید که وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى، تو ننداختی انگامی که انداختی، ولیکن الله بود که انداخت. پس اینجا نفی رمی است که میکنه از پیغمبر میکنه. پس رمی از الله است، خواست از الله است، مشیت از الله است، اراده از الله است. تو انسان دیگه هیچ چیزی نداری دیگه. پس این قضایای هست برادر اسلام که جبریه ها در صدر اسلام ایجاد کردن و شاید که ما امروز گروه و فرقه به نام جبریه نداشته باشیم برادر اسلام، شاید که ما امروز فرقه و یا گروهی به نام جبریه نداشته باشیم، مثل که ما امروز فرقه های مختلفی داریم. ولیکن اینو متوجه باشین برادر اسلام،
اینا متوجه باشین که قضایای ایمان با قضا و قدر و ارتباط شبافعال انسان به این خاطر ما در خطبه های جمعه بیان میکنم که اینمی افکار جبریه ها امروز پیش اکثریت موتو هست. اگر ما به نام گروه جبریه کسی نداریم ولیکن افکار و نظریات از اینها امروز در پیش اکثریت موتو وجود داره. اکثریت موتو زمانی که ما از اعمال نیک خودداری میکنیم و اعمال زشت و بد را انجام میتیم و یا ای که در اعمال زشت و بد گرفتار هستیم و شما خود میفهمیم صاحب در این جامعه هستیم و با این مردم سر و کار داریم. بسیاری از این کسا را که بری و بایستا گپ بزنی جواب از اونها چی میباشه، حجت از اونها چی میباشه، دلیل از اونها چی میباشه؟ والا نصیب و قسمتی نمیست چی تو کنیم برادر متمده نمی مصیبت خوانه والا این نمی تو خدای نمی تو خواست داده چی کنیم. یک نفس در شراب و خمر گرفتار است، دائم الخمر می باشه. زمانی که بیری شوری بیشت و برادر محترم امی خو ام الخبایس است امی رخلا والا نصیب و قسمت است چی کنیم دیگه برادر الهی ما بتیه نصیب و قسمت. یعنی بایی مالا که گوی الله رحم رب العزت، یعنی گویا که الله رب العزت العیاذ بالله العیاذ بالله انسان به این خاطر پیدا کرده که بیاید در این دنیا شراب بخوره. والله که برش فیصله کرده که شراب خورده بره. یک نفر سب قمارباز است، دختره که بیچاره خود سب با یک قاچاقبر هیروینه که پول و پیسه داره سب بزور بده از میده از او قاچاقبر دیگه چی حیات و زندگی خوشی را شما بایسته انتظار دارین. دختر را که بزور در عقد نکاح از او داد و هدفش فقط اونمون مشت پول کثیفه هست که به دست از این پدر از طریق نظمی قاچاقبر بیایه و با این پول کثیف باز اونمون عمل زشت و بد خود انجام بده. دخترم میتا در دست از او تبایش میکنه و زمانی که دختر شکایت میکنه ولا بچیم نصیب و قسمتت بود دیگه ما چی بکنم؟ نصیب و قسمتت بود یعنی چی دیگه؟ یعنی که جبرئیل علیه السلام دوباره تو گفت که دخترت برای زو فلانی بتی؟ یک قضیه را براتون بگویم برادر اسلام که در طول تاریخ بشریت و در طول تاریخی که مسئله جبریه ها در جهان اسلام ایجاد شده و تا به امروز که ما این افکار و نظریات داریم برادر اسلام، تا به امروز که ما این افکار و نظریات داریم و آن چیزی که قرآن مجید در رابطه با این انسان ها ما را خبر میده، متوجه باشین که جبریه ها در حقیقت اونمو فرقه های هستند، جبریه ها در حقیقت اونمو انسان های هستند و یا کسانی که به آرا و نظریات جبریه ها تا به امروز در بین ما تو وجود دارند. متوجه باشین که از این عقیده جبری از اونها فقط و فقط میفهمین که هدفشان چی میباشد. هدفشان در حقیقت پوشاندن گناه و معصیت و نافرمانی میباشد که با اراده و اختیار خود انجامش میتن و بالاخره به جهت از اینکه خود از مسئولیت رفع کرده باشند بازی گناه و معصیت و نافرمانی و زشتی خود به کجا نسبت میتن؟ به قضا و قدر نسبت میتن برادر اسلام. این شیوه جبری ها هست. کسانی که میگن که انسان مانند قلم در دست کاتب، انسان هم مانند بستا و نمو قلم در دست کاتب در تحت قضا و قدر الهی میباشه، متوجه باشین که هدف اساسی از اینها فقط و فقط به خاطر پوشاندن اینمی اعمال زشت و بد و قبیحشان است که به بانه قضا و قدر و نصیب و قسمت او را چی کنن بپوشانن. در طول تاریخ جبریه ها تا به امروز برادر اسلام ما تو شخص را پیدا نمی کنیم، شخص را پیدا نمی کنیم. ما چلنج میتون براتون و برین ببینین که یک نفر شب تا به صبح در نماز باشه، نماز تهجد خوانده باشه و بالاخره صبح که خلاص و بگه ولا قضا و قدر الهی نصیب و قسمت بود که من امشب شب تمام شب نماز بخونم، قطعا دیگه ما برات نمیزنم. یک انسان شب تا صبح شیشته باشه و قرآن تلاوت کرده باشه و قرآن عظیم و شان ختم کرده باشه و بعد از او گفته باشه که ولا نصیب و قسمت بود که من امشب خدا را قرآن ختم کردم، قطعا نگه پنا میزنه. همیشه مسئله نصیب و قسمت، مسئله قضا و قدر در کجا مطرح میشه؟ هر زمانی که اعمال زشت، اعمال قبیح، اعمال ناپسند صورت میگیره و بعد از او که به جهت از او که را بپوشانه
باز میگه ولا قضا و قدر بود. مردکه را صاحب میزنه میکشه، موتر را صاحب در 120 کیلومتر در ساعت که سرعتش را صاحب میدوانه و تایپ خودم تا آخر روشن مانده، با اسکلوان بیچاره را که زد صاحب در دیوال چپش کرد، ولا نصیب و قسمت بود. چی کنیم دیگه؟ نصیب و قسمت بود. پس به می خاطر زمانی که ما در تاریخ جبریه ها در طول تاریخ مشاهده میکنیم برادرسم، جبریه ها همیشه به خاطر پوشاندن اعمال زشت خود، از قتل، از زنا، از سرقت، از شرب خمر، از تعدی و تجاوز، همیشه زمانی که میخواستن که بالای از این اعمال زشت خود پرده بپوشانند، میفهمن که با کدام پرده میپوشانیدن. این پرده، پرده قضا و قدر بود. عین در عهد و زمان عمر رضی الله تعالی عنه، سبحان الله، خلیفه دوم مسلمان ها، خلیفه دوم مسلمان ها، از او وقت و زمان این انسان ها پیدا شده بودند. چرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم که وفات کردن که فتنه ها آغاز شد، زبانه کشید. در کتاب های تاریخ بر ما میاد برادر اسلام که نمی قسم یکی از جبریه ها زمانی که مال کس را دزدی کرده بود، پیش قاضی آورده شد و زمانی که دزدی از این ثابت شد، شک نیست که همه ما شما میدانیم که دین مقدس اسلام یکی از مهمترین اهدافی که داره در جامعه، در حقیقت حفظ اموال افراد جامعه می باشه. اینمی اموال انسانها پیش دین مقدس اسلام حرمت و احترام داره و برای هیچ کس اجازه نداده که در رابطه با مال برادر مسلمان خود تعدی و تجاوز بکنه. پس هر زمانی که یک انسان در رابطه با مال برادر خود که با زحمت و تکلیف او را پیدا کرده تعدی و تجاوز میکنه و او را دزدی میکنه و تمام زحمات از او را او به خود به اصطلاح کسب میکنه، پس متوجه باشین که دین مقدس اسلام قسم افراد در جامعه نمیخواد دیگه. چرا؟ اموال که از بین رفت، متوجه باشین که حرام و مرج در جامعه واقع میشه. پس از همین جهت است که الله رب العزت فیصله کرده، فیصله الله هست. و السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله. مرد سارق و زن سارق که هر زمانی که مال یک انسان مؤمن و مسلمان دزدی میکنه، فقطعوا ایدیهما، الله امر کردگی است و در رابطه با امر رضی الله رب العزت متوجه باشین که هیچ کس نمیتونه که استادگی بکنه. قطعیت سارق با قصاص فرق میکنه برادر اسلام. ما در اسلام یکی حدود داریم، یکی قصاص داریم. در رابطه با قصاص مسئله قاتل و مقتول است. اگر مقتول از خون قاتل تیر شد، اشکال نداره، ما قصاص نمیکنیم. ولیکن متوجه باشین زمانی که یک نفر دزدی میکنه، اگر کسی که مالش هم دزدی شده باشه بگه ما بخشیدمش، مشکل نیست، متوجه باشین زمانی که دزدی از او ثابت میشه، هیچ کس صلاحیت زیر نداره که قطع ید از او را چی بکنه، رد بکنه. اینمی که انسان را که آوردن در عهد زمان عمر رضی الله تعالی عنه، در حالی که دزدی کرده بود و دزدیش هم ثابت شد و خلیفه مسلمان ها هم امر صادر کرد که دست ازی باید قطع شود، میفهم که این انسان چی گفت؟ گفت یا خلیفه مسلمان ها، قضا و قدر الهی فیصله کرده بود که ما دزدی بکنم، دیگه گناه ما در اینجا چی هست که تو دست ما را قطع میکنی؟ الله همین را فیصله کرده بود و حکم الله رفته بود، الله در حق من وشته کرده بود و این کار ما انجام دادم، پس تو چرا دست ما را قطع میکنی؟ عمر رضی الله تعالی عنه امر صادر کرد که اول 50 دره بزنینش، باز دستش را قطع کنید. اول 50 دره بزنین، باز دستش. خب 50 دره چرا؟ به جهت از اینکه این میایه که در دین فتنه ایجاد بکنه. من امی قسمی که الله فیصله کرده که تو دزدی بکنی، این امی قسم الله فیصله کرده که دست دزد باید قطع بکنی. اگر تو میگی فیصله کرده، من هم میگم که فیصله کرده. پس اینجا سر قضیه بر موتو روشن میشه برادر استم. اگر تو ایتو فکر میکنی که الله فیصله کرده که تو دزدی بکنی، پس اونمو الله هم فیصله کرده که دست تو باید چشه و قطع شه. پس به این جهت پیشتر برتان گفتم برادر اسلام که جبریه ها کسایی که به این زعم و گمان هستند که گویا انسان در تحت قضا و قدر الهی مانند یک چوب بیجان می باشه، متوجه باشین که اینها هدف اساسیشان تنها و تنها پوشیدن اعمال زشت و اعمال بدشان بوده، به جهت از این کتاب برای خود یک بانه پیدا بکنند. مثل که ما امروز به چشم سر این چیزها را مشاهده میکنیم و پیشتر ما براتان گفتم که اگر ما به نام جبریه کدام فرقه و گروه مستقل
علم نداریم، ولیکن آرا و نظریات از این امروز پیش صداها من برادرهای مؤمن و مسلمان ما وجود دارند که بین می قسم افکار میخواهند که اعمال زشت و ناپسند و تنبلی و کسالت و همه چیز خدا با قضا و قدر بیاندازند. قسمی که در هفته های گذشته در این رابطه من صحبت مفصل براتون کردم برادر اسلام، که یکی از چیزهایی که امروز دشمن های اسلام مسلمان ها را متهم می سازه یکی همین می مسئله قضا و قدر است. گنا ای تو فکر میکنن که گویا مسلمان ها میگه والا خدای خواسته که ما اینم تو مصیبت زده باشیم دیگه، خدا خواسته که اینم تو خاک بسر باشیم، خدا خواسته که می کشور های اسلامی سبی اینم تو قتل باشه، قتال باشه و زد و خورد باشه و دیگه باشه و دیگه باشه. بس در حالی که الله رب العزت از ما تو سعی میخواد، تلاش میشه، کوشش میخواد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم از کجا شروع کرد؟ اصحاب پیغمبر از کجا شروع کرد؟ و بالاخره اسلام در کجا رسید؟ آیا در اون وقت زمان قضا و قدر وجود نداشت که تنها در زمان ما تو قضا و قدر آمده؟ پس یک گروهی که در رابطه با اعمال انسان و ارتباطش با قضا و قدر راه افراط پیش گرفتن برادر اسلام و این افکار و نظریات با کمال تعصب که امروز در بین اکثریت ما شما وجود داره، اینا را به نام جبریه ها یاد میکنن. و جبریه ها در حقیقت برادر زنم فرقه های هستند که انسان مجبور در تحت قضا و قدر الهی دانسته، اراده، اختیار، قدرت و توانایی همه چیز از انسان سلب میکنن و انسان مانند یک چوب بی جان، یک سنگ بی جان در مقابل اعمال خودش میکنن قرار میده. خب در رابطه با این جبریه ها ما شما جواب داریم یا نداریم برادر اسلام؟ شک نیست که الله رب العزت در قرآن جوابش برای ما داده دیگه، و او جوابش در حقیقت چیست؟ کذلک کذب الذین من قبلهم، به عین شکلی که نمی مشرکین به استاد دروغ گفتند و اینمی شرک خدا به الله نسبت دادند، در حقیقت کسایی که پیش از اینها بودن هم دروغ گفتند. و الله رب العزت چقدر خوب بر ما میگه قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، دلیل بیارین. اگر شما در رابطه با این دلیل دارین بیارین دیگه. چی دلیل دارین که الله رب العزت در حق شما این چیزها را فیصله کرده؟ چی دلیل دارین که الله رب العزت در حق شما این معصیت و گناه را فیصله کرده؟ چی دلیل دارین که الله رب العزت در حق شما این مشکلات را فیصله کرده؟ قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، بیارین برهانتان دیگه. پس در رابطه با این جبریه ها برادر اسلام متوجه باشین که هر کسی که به اعمال زشت خدا استناد با قضا و قدر الهی میکنه، ما در جواب از اون میگیم برادر اسلام خب تو از کجا فهمیدی؟ تو از کجا فهمیدی که الله رب العزت اینمی عمل در رابطه با تو فیصله کرد؟ شارب الخمر میگیم، انسان زانی را میگیم، انسان سارق و دزد میگیم که هر زمانی که دزدی میکنه شراب میخوره، زنا میکنه و این عمل زشت خدا با قضا و قدر و نصیب و قسمت ارتباط نیته، برای از او محترم ما تو میگیم که تو از کجا فهمیدی؟ آیا رفتی لوح محفوظ خواندی؟ آیا جبرئیل آمد برای تو گفت که الله چیز برای تو فیصله کرده؟ و یا تمام آن چیزی که تو انجام دادی در حقیقت عبارت از نمو هوا و حواس و خواهشات نفسانی خودت بود؟ متوجه باشی قضیه قضا و قدر یک سر الهی هست برادر اسلام، این یک قضیه غیبی هست برادر اسلام، این قضیه غیبی متعلق به الله رب العزت میشه. این قضیه غیبی روان ما و شما بیاییم به اسلام مکلفیت خود ببینیم که الله رب العزت از ما چی خواسته. اگر ما میگیم الله اینا در حق ما فیصله کرده، پس این قرآنی که برای ما آمده و این قرآن ما و شما رو به یک سری چیزها امر کرده و از یک سری چیزها نهی کرده، پس چی معنا را داره دیگه؟ پس در صورتی که الله پیش از پیش همه چیز مرا فیصله میکرد، همه اعمال مرا فیصله میکرد، پس این قرآن چرا فرستاد دیگه؟ این پیغمبر چرا فرستاد دیگه؟ این جنت و جهنم چرا آورد دیگه؟ این به اساس زندشتن بعد از مرگ سوال کتاب چرا بود دیگه؟ پس کل از این قضایا برای ما معلوم میشه برادر اسلام که این انسان هایی که با مسئله قضیه جبر برای ما شما استناد میکنند، این کلشان اتباع از هوا و هوس و خواهشات نفسانی خودشان هست. در حالی که اگر ما در قرآن مجید مراجعه بکنیم، قرآن موتور از دزدی منع میکنه، قرآن موتور از قتل منع میکنه، قرآن موتور از زنا منع میکنه. و زمانی که قرآن موتور از زنا منع میکنه، آیا در تو توانایی خودداری کردن از این وجود داره و یا نداره؟ الله رب العزت موتور به خواندن نماز امر میکنه، الله رب العزت موتور به تقوا و پرهیزگاری امر میکنه، الله رب العزت موتور به طرف تعاون و همکاری امر میکنه. پس آیا این توانایی و قدرت و استطاعت در ما وجود داره یا نداره؟
از اینجاست که زمانی که ما تو میبینیم برادر سام که الله رب العزت میفهمه که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله رب العزت هیچ انسانم با فوق طاقتش تواناییش اونا را هیچ وقت تکلیف نمیده. پس متوجه باشین که هر آن چیزی که الله ما شما را به او امر کرده شک نیست که توانایی خود توانایی انجام دادنش در ما و تو وجود داره، و هر آن چیزی که الله رب العزت ما شما را از او نهی کرده به یقین بدانین که توانایی خودداری کردن من ما و تو وجود داره. چرا اگر توانایی وجود نمی داشت هیچ وقت الله رب العزت ما شما را به او امر میکرد و نه از او ما شما را چی میکرد؟ نهی میکرد. پس این کتاب الله هست، این چیز هست که از جهان غیب ما و تو را خبر میده، و قرآن مجید کتاب الله از لوح محفوظ آمده، لوح محفوظی که الله رب العزت تماما فیصله های خود در اون نوشته کرده. این قرآن میای و موتو را خبر میده که این کار انجام بده و این کار انجام نده. پس زمانی که قرآن بر تو این کار انجام نده و تو کار انجام میده و تو نسبت از این را به قضا و قدر میده، با یقین بدان که در عد در شأن الله رب العزت دروغ گفتی و در رابطه با قضا و قدر دروغ گفتی، به جهت از اینکه فیصله الله چیزی بود که تو باید نکنی، و الله رب العزت را میدانست که در تو توانایی و قدرت وجود داره. پس زمانی که نکردی، پس به یقین بدان که از هوا و هوس و خواهشات نفسانی خودت سرچشمه گرفته، و به نمی خاطر است که الله رب العزت انسان مورد عذاب در روز آخرت قرار میده. چرا استطاعت و توانمندی و قدرتی که الله رب العزت برای ما شما عطا کرده، ای به این خاطر نیست که ما این را در اعمال زشت و اسلام و مصطب برسانیم، ای به این خاطر است که ما بهترین اعمال انجام بدیم. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ای حیات و زندگی که پیدا شده برادر اسلام، ای حیات و زندگی به خاطر انجام دادن کارهای شر نیست، کارهای بد نیست، بلکه حیات و زندگی به خاطر انجام دادن بهترین اعمال است. پس ما به خاطر انجام دادن اعمال خوب نه اینجا پیدا شدیم، نه به خاطر انجام دادن اعمال بد. ولیکن متوجه باشین که اعمال خوب تقاضای اعمال زشت و بد هم میکنه دیگه. تا با وقتی که بدی وجود نداشته باشه خوبی وجود نداره برادر اسلام، تا با وقتی که فساد نباشه اصلاحی وجود نداره برادر اسلام، تا با وقتی که کفر و شرک نباشه ایمان و تقوای وجود نمی داشته باشه برادر اسلام. اگر کل تقوا باشه پس کفر کی میشناسه دیگه، اگر کل اصلاح باشه پس فساد کی میشناسه. پس به این خاطر چون دنیای ما شما دنیای امتحان و ابتلا و آزمایش است، و الله رب العزت به این خاطر ما تو را پیدا کرده، پس متوجه باشین که الله رب العزت هر دو نوع استعداد در ما تو انسان داده، هم استعداد خیر داده و هم استعداد شر داده، هم توانایی انجام دادن کار خیر داده هم توانایی انجام دادن کار شر داده، هم برای ما و تو اراده و اختیار انجام دادن بدی ها را داده، هم در ما و تو انجام دادن اختیار و اراده خوبی ها را داده، که تا الله رب العزت آزمایش بکنه دیگه. ببینیم برادر سام زمانی که ما در قیامت نظر اندازی بکنیم، همی الله رب العزت که تمام انسان ها را بعد از مرگ زنده میکنه و از هر یک از اینا پرسان میکنه، آیده می تمام قرآن مجید با تو پیدا میکنیم که الله رب العزت در روز قیامت به می قسم فیصله بکنه، به می قسم فیصله بکنه که گروه برین به طرف جهنم، به جهت از اینکه من میدانستم که شما جهنمی هستیم در جهنم برین، این گروه برین به طرف جنت، به جهت از اینکه من میدانستم و فیصله کرده بودم که شما جنتی هستیم به جنت برین. نه برادر سام، بلکه الله جل جلاله چی میکنه؟ ذره ذره اعمال ما تو را وزن میکنه، ارزیابی میکنه، ترازو میکنه، و مطابق اون چیزی که اعمال تقاضا میکنه، مطابق لو از او الله رب العزت در حق تو چی میکنه؟ فیصله میکنه. پس متوجه باشین قضیه قضا و قدر، قضیه علم الهی، قضیه فیصله الهی، این قضیه غیبی هست و ما در این چیزا صرف ایمان می داشته باشیم. اما آن چیزی که مکلفیت ما تو در این دنیا هست، شریعت اسلام برای ما تو بیان کرده، قرآن آمده و همه چیز واضح برای ما تو گفته است. پس هر زمانی که ما از اینا تخطی می کنیم، تخلف می کنیم، متوجه باشین که هیچ گونه ارتباط با قضا و قدر ما تو نداره، بلکه ارتباط با هوا و هوس ما تو داره، و به می خاطر است که الله رب العزت انسان ها را مورد مؤاخذه، سوال و پرسش در روز قیامت قرار میده. الله رب العزت همه ما شما را توفیق به عمل نیکو نصیب فرمایه، که تا در رابطه با قضایای ایمان و قضایای احکام دین خود به صورت درست بفهمیم، نافهمیده و برداشت های نادرست از پیش خود نکنیم. کتاب همین قسمی که کسهایی که در دلالت گمراهی فرو رفتن، خدای ناکده ما شما هم در دلالت گمراهی فرو نریم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. علي رضي الله تعالى عنه
از پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما و شما روایت میکنند که روز ما در یک جنازه اشتراک کرده بودیم و بعد از اینکه از دفن و تکفین خلاص شدیم با پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمدیم و در حالی که پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک چوبی بود و این چوب در زمین میزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم و در حین زمانی که چوب در زمین میزدند پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که هیچ یکی از شما نیستین که مگر الله رب العزت جایگاه از او را در جنت و یا جهنم نوشته کرده، هیچ یکی از شما نیستین که مگر الله رب العزت جایگاه از او را در جنت و یا جهنم نوشته کرده. اصحاب پرسان کردن خب پیغمبر چی دیگه ما قرار بشینیم دیگه، بس منتظر باشیم که خدا برای ما چی فیصله کرده، جنت و جهنم بالاخره میریم دیگه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که لا، هرگز نه، و عملو، عمل بکنین. برای هر یک، برای هر گروه، برای هر فریق رایش هموار شدگی هست، برای جنتی هم رایش هموار شده که به طرف جنت بره، برای جهنمی هم رایش هموار شده که به طرف جهنم بره. و بعد از او پیغمبر صلی الله علیه و سلم آیات سوره لیل تلاوت کردن که فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنى، کسی که داد و کسی که بخل نکرد و کسی که تصدیق کرد و کسی که خدا بی نیاز نشمرد، فسنیسره لیلیسرا، ما راه آسانی را برای زو باز میکنیم. و اما من بخل و استغنى و کذب بالحسنى فسنیسره للعسرى، ولیکن کسی که تکذیب کرد، کسی که دروغ پنداشت، کسی که بخل کرد، کسی خود بی نیاز شمرد و تکبر کرد و خودخواهی کرد، فسنیسره للعسرى، شک نیست که راه های دشواری را ما برای از او باز میکنیم. پس نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث برای ما بیان میکنه که وظیفه شما من حیث انسان در حقیقت عمل کردتان است و این عمل کرد شما هست که بالاخره شما را به جنت میرسانه و این عمل کرد شما هست که بالاخره شما را به طرف جهنم میکشانه. پس عمل کرد ما در حقیقت اگر مطابق آن چیزی بود که الله میخواست، شک نیست که الله لطف میکنه و برای تو جنت میده. و عمل کرده تو اگر مخالف آن چیزی بود که الله میخواست، شک نیست که الله رب العزت در روز آخرت تو را عذاب میده. به جهت از این که الله رب العزت در این دنیا تو را به جهت از این پیدا کرده، تو خلیفه الله در روی زمین هستی، تو امر الله را انجام میدی، تو بنده الله هستی، تو بنده کسی دیگر نیستی، تو بنده هوا و حواست نیستی، تو بنده بودا و کانفیسیوس نیستی، تو بنده الله هستی، امر الله را در روی زمین انجام بده. بس به نمی خاطر الله رب العزت موت را پیدا کرده و شک نیست که الله رب العزت در رابطه با این دیگه موت را اختیار داده. تو هم میتونی که بودا را پرستش بکنی، هم میتونی که برهما را پرستش بکنی و هم میتونی که الله واحد و یگانه را پرستش بکنی و عبادت بکنی. تو هم میتونی که با سنگ و چوب سجده بکنی بگوی خدای مستی، تو هم میتونی که با الله واحد و یگانه سجده بکنی بگوی رب ما هستی. پس الله رب العزت به نمی خاطر امتحان است که ما تو را پیدا کرده. پس هیچ وقت در رابطه با مساله جبر و قضا و قدر متوجه باشیم برادر استم که اعمال زشتتانه، اعمال بدتانه، اعمال ناپسندتانه به الله جل جلو نسبت نتین برادر استم. علما بر ما میگن که هر کسی که اعمال زشت و ناپسند خدا به الله جل جلاله نسبت میده، ای به معنای عزیز که العیاذ بالله گویا که الله را دشنام میده. دشنام چگونه دشنام میده؟ به این شکل دشنام میده که اللهی که ما تو را از زنا منع کرده، اللهی که ما تو را از شراب منع کرده، اللهی که ما تو را از فساد منع کرده و بالاخره تو این چیزها را انجام میدی و نسبت از این را به الله میدی، پس به این معناست که الله در حقیقت چیزی را که نمیخواهد که انجام شوه تو را پیدا میکنه که او را انجام بدی. او در حقیقت دشنام و دو زدن در رابطه با الله میباشه. شک نیست که اعمال زشت زمانی که انسان انجام میده این ارتباط مستقیم با هوا و حواسش و از خلال هوا و حواسش بینموش شیطان و ابلیسی که
خودش با قضیه جبر در تحت لعنت پروردگار عالم قرار گرفت. با قضیه جبر ما تو را هم میخواهی که تحت لعنت پروردگار عالم قرار بگیره. شک نیست که انسان ضعیف است برادر اسلام. از انسان معصیت و گناه سر میزنه، از انسان نافرمانی سر میزنه، انسان در مقابل از این هوا و هوس زانو خم میکنه و خلق الانسان ضعیفه. ولیکن الله رب العزت راه توبه را برای ما تو باز گذاشته، راه برگشت برای ما تو باز گذاشته. هیچ وقت الله نمیخواهد که ما در معصیت و گناه استمرار و پابندی داشته باشیم. از انسان گناه سر میزنه، ولیکن وظیفه انسان است که به زودترین فرصت از گناه خدا چه کنه؟ نجات بده. ولیکن شیطان و ابلیس زمانی که موتو را در قضیه جبر داخل کرد، باز اون جنت تو را توفیق توبه میده، بلکه با این همین مسجد تو را از دنیا برده و بالاخره در آتش جهنم با خود تو را یک جای میسازه. و الله رب العزت ما و شما را از شر از ابلیس و شر از هوا و هوس و خواهشات نفسانی نجات بده که تا از دلالت و گمراهی در امان بانیم. اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم.